سلام و وقت بخیر به مهمترین های ساعت 10:01 خوش آمدید. وزارت صنعت و تجارت میگوید که نخستین محموله انار کشور از بندر تورغوندی به قزاقستان صادر شده است. این وزارت در خبرنامه افزوده است که پس از سفر هیئت امارت اسلامی به قزاقستان و امضای تفاهمنامه میان بخش خصوصی دو کشور، این نخستین محموله است که با وزن 23 تن به قزاقستان صادر شده است. آژانس همکاری‌های کشور ترکیه در هرات کتابخانه عامه این ولایت را با سازی و 2000 جلد کتاب جدید به این کتابخانه تحویل داده است. احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات ضمن قدردانی از همکاری دفتر تیکا در بخش بازسازی و غنی‌سازی کتابخانه عامه تاکید کرد که اکنون زمان مطالعه کتاب است تا کشور به سوی پیشرفت سوق داده شود. دبیرکل سازمان همکاری شانگهای خواستار تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت نمایندگان همه جریان‌های سیاسی، قومی و مذهبی در افغانستان شده است. ژانگ مینگ تصریح کرده که ایجاد حکومت فراگیر به نفع افغانستان بوده و برای تامین صلح و ثبات منطقه مهم است. با این حال، آگاهان سیاسی تشکیل حکومت فراگیر را خواست همه مردم افغانستان دانسته و آن را در جلوگیری از انزوای سیاسی کشور مهم می‌دانند. وزیر ترانسپورت ازبکستان گفته است که گشایش راه آهن افغان ترانس می‌تواند سبب تقویت وضعیت ترانزیتی میان کشورهای آسیای مرکزی شود. وی افزوده که دسترسی به بنادر پاکستان از طریق افغانستان نشان دهنده کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به دریا است. در همین حال سخنگوی وزارت فواید عامه تاکید می‌کند که حکومت سرپرست از هر گونه تلاش و کشورها برای فعالیت این پروژه حمایت می‌کند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که از ماه جنوری تا سپتامبر امسال بیش از 2400 فرصت شغلی برای برگشت کنندگان ایجاد کرده است. این نهاد افزوده است که با حمایت از کارآفرینان کوچک و متوسط در بخش‌های سرمایه‌گذاری زمینه کار را برای جوانان، عودت کنندگان و زنان فراهم کرده است. با گذشت 7 سال از آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی در کشور تا کنون بیش از 20 میلیون شهروند افغان نتوانسته شناسنامه بگیرد. شهروندان کشور از روند توزیع شناسنامه‌های برقی شکایت داشته و میگویند که این روند بسیار زمانگیر و پیچیده است. آنان از مسئولان می‌خواهند تا هرچه زودتر به این چالش‌ها رسیدگی کنند. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری از دیدار معین این وزارت با سفیر چین به هدف تقویت روابط زراعتی میان افغانستان و چین در کابل خبر داده است. سخنگوی این وزارت گفته که نماینده چین در این دیدار بر گسترش همکاری اقتصادی بین دو کشور و حمایت از امارت اسلامی در سطح بین المللی نیز تاکید کرده است. این بود مهمترین های این ساعت. سپاس از توجهتان. روز خوش. خدا نگهدار.